خیلی از ماها اکثر طرحامون رو با تکنیک براش جذاب میکنیم. مثلا یه تکسچر رو مینویسیم، روی اون براش اعمال میکنیم و اون رو به جذابترین شکل ممکن در میاریم. تو این ویدیو میخوام در مورد براش بهتون توضیح بدم، پس این ویدیو رو تا آخر ببینید. درود، سارا هستم. شما یکی دیگه از ویدیوهای کانال سارا اسکیل رو میبینید. اگر بار اولت هست این ویدیو رو میبینی و این سبک ویدیوها رو دوست داری، فقط کافیه دکمه سابسکرایب رو بزنی، زنگوله رو هم فعال کنی که هر زمان ویدیو گذاشتم تشریف بیاری ویدیو جدید من رو ببینی. بریم سریع سراغ آموزش انواع براش و کارکرد هر کدوم که جدا جدا به چه صورت هست. بریم ببینیم. ببینید تو قسمت ابزارها، این ابزار هست پینت براش تول، کلید میانبرش بی هست. حالا تفاوتشو با بلاب براش هم در ادامه میگم. روی پینت براش من کلیک میکنم، یه خط میکشم، میبینید که به این حالت هست. خب به صورت استروک هست. اگر من بیام اینجا فیلشو بزنم، دوباره بزنم بکشم، خودش دوباره استروک میده، چون براش به صورت استروک کار میکنه. من روی این کلیک میکنم، ببینید روی انکر پوینت که بزنم یه سری نقاط روش هست. من میتونم این نقاط ها رو چیکار کنم؟ جابجا کنم و تغییر بدم. حالا یه چیزی که مهم هست، من اینا رو پاک میکنم، روی براش دابل کلیک میکنم. ببینید این وسط اگر قرار بگیره توی این پنجره تنظیماتش متعادل هست، اما اگر من هرچی این نقطه رو به سمت چپ بیارم، نقاط روش روی اون براش هم نقاط بیشتری گذاشته میشه و یه خورده حالت خشکتر و زخیمتر داره. اما اگر بیام به سمت اسموز بیام، حالتش نرمتر میشه. حالا من روی این اول این خط قرار میدم و یه دونه اوکی رو میزنم. ببینید من یه خط های اینطوری میکشم، یا مثلا یه اینجوری خط میکشم، یه خورده استروک اینا رو اینجا زیاد میکنم. حالا میرم روی مثلا این رو انتخاب میکنم و روی انکر پوینت میذارم. میبینید که چه نقاط زیادی رو اینجا گذاشته. یا روی این کلیک کنم، نقاطش زیاد هست و یه حالت اون نرمی رو نداره. حالا دوباره من روی این دابل کلیک میکنم، میارم به سمت اسموت و نرمی، حالا اوکی رو میزنم. موقعی که میکشم حالتش نرمتر هست، میبینید حالتش نرمتره. و دوباره من روی این کلیک کنم، نقاطش نسبت به این کمتر هست. و یا روی این کلیک کنم، نقاطش نسبت به اون کمتر هست. حالا من همه اینا رو پاک میکنم که ادامه براش رو برم. من اینجا مثلا یه دونه حالا تکست میام مینویسم. بذارید من یه تکست بنویسم، مثلا بنویسم دیزاین. البته فارسی هم بود، بنویسم دیزاین. اینجا میام توی تایپ کپتالش میکنم و اینجا قرارش میدم. حالا از اینجا میتونم فونتش رو هم تغییر بدم به این صورت باشه. میخوام براش ها رو توضیح بدم که روی این اعمال میشه. مثلا من میام از حالت تکست خارجش میکنم و از قسمت ویندو میام براش رو میارم، میذارم اینجا و بگم که چی کار انجام میده. خب ببینیم مثلا من روی هر کدوم از اینا کلیک کنم، البته اینجا باید فیلش رو من بردارم که روی استروک متوجه بشین، زیادش میکنم. ببینید تکستمون به این حالت شد. روی هر کدوم از این براش ها که من بزنم این تغییر میکنه. و اگر شما دیدین که تکستتون یه حالتی داره که مثلا الان من استروک زیاد میکنم، خیلی زیاد شد، شما نمیتونین مثل حالا یه سری از ابزارها روی براش دابل کلیک کنین و اینجا بیاین کوچیکش کنین. من اینو اینجا قرار بدم که نرم باشه. باید شما استروکش رو کم و زیاد کنین که درست بشه. یعنی شما اگه بخواین حتی نوشته رو زیاد بزرگ کوچیکش هم کنین، تغییر نمیکنه. استروک رو باید کم و زیاد کنین. این قسمت قسمت کتابونه هست که روی حالا هر کدوم از اینا که بزنین، موقعی که روش کلیک کنین این به اون شکل در میاد. من اینجا استروکش رو کم میکنم، میبینید شکل رو به این شکل در آورده. یا مثلا میام یکی دیگه از اینا رو میزنم، مثلا روی این کلیک میکنم، میبینی شکل رو به این صورتی که اینجا داده. یا مثلا روی گل کلیک میکنم، روی میتونم حالا درست الان ما این نوشتم اون شکل گل شد. شما میتونین براش رو انتخاب کنین و این شکل گل رو این حالتی بکشین. خب استروکش هم میتونین زیاد کنین، البته باید انتخابش کنین که بتونین استروکش اینجا زیاد کنین به این حالت. دوباره من روی پن کلیک میکنم و یه خط میکشم و گل رو به این صورت. دوباره روش کلیک میکنم، استروکش رو کم میکنم، گل کوچیک‌تر میشه. و خیلی از توی این کتابون خیلی چیزا رو میتونید خودتون تست کنین و پیداش کنین.
خب این قسمت قسمت ساخت نیو براش هست که شما میخوان یه براش رو بسازیم و بندازین داخل این براش و ازش استفاده کنین، که حتما روی آرت براش باید کلیک کنین هر چیزی رو که میخوان بسازین. حالا در آینده من در ادامه من میخوام یه طراحی انجام بدم که توی این تنظیمات براش، یعنی یه نیو براش بسازم و بهتون میگم که به چه صورت هست. خب این قسمت هم از یه سری چیزایی رو میخوام پاک کنیم. مثلا من این گل رو نمیخوام، روش کلیک میکنم و سطل آشغال رو میزنم و ریمووش میکنم. یا مثلا این طرح رو نمیخوام، میکشم روی سطل آشغال و پاکش میکنم به این صورت. خب من همه اینا رو با هم میبندم، میخوام یه کار دیگه انجام بدیم. ببینید با براش من میتونم بیام یه طرحی رو بیام بنویسم. حالا من روی این کلیک میکنم، مثلا میام چیکار میکنم؟ حالا اسم خودم می نویسم، مثلا یه اس می نویسم، یه رفت داخل اون، یا مثلا یه ای می نویسم، آر و ای، اسم خودم به این صورت با براشم انجام دادم. میام چیکار می کنم؟ یه سری با بلند می خوام روش اعمال کنم. خب این دایره رو من اینجا می کشم، مثلا دایره رو میام به رنگ این رنگ، یه دونه کپی ازش میگیرم این پایین قرار میدم و این یکی هم مثلا به رنگ زرد قرار میدم. حالا روی بلند کلیک میکنم، یک کلیک اینجا میزنم و یک کلیک به این صورت باشه. خب جفتش رو با هم انتخاب میکنم، روی بلند دابل کلیک میکنم، از این قسمت specified step عدد میدم، مثلا این عدد 200 میخوام بهش بدم و اوکی رو میزنم. حالا چیکار میکنم؟ میام، خب ببینید من این بلندی که اینجا انجام دادم 1 2 3 4 تا حرف دارم که با براش کشیدم. آرتو پایین نگه میدارم و 4 تا کپی ازش میگیرم، یعنی 4 تا به اندازه این 4 تا. میام اولی اس رو انتخاب میکنم، شیفت رو پایین نگه میدارم و این یکی رو هم انتخاب میکنم. میرم از قسمت Object, Blend و Replace Spain رو میزنم که به این حالت بشه. دومی رو هم به این صورت، دوباره Object, Blend و Replace Spine رو میزنم، بعدی رو و بعدی به این حالت. خب ببینید همچین طرحی رو شما میتونید مثلا توی کاراتون استفاده کنید. خب تا اینجا با ابزار براش آشنا شدیم و اومدیم توسط همین ابزار یه تکستی رو نوشتیم و تکنیک بلند رو روش اعمال کردیم. یه ویدیو ساختم در رابطه با همین تکنیک بلند، لینکش رو بالا براتون میذارم، اگر دوست داشتین میتونید ببینید. و حالا در ادامه بریم توسط همین ابزار براش یه طراحی رو انجام بدیم. خب این رنگا رو برای همین اینجا من گذاشتم. من میام چیکار میکنم؟ یه دونه با رکتنگل یه دونه بک‌گراند اینجا میکشم، میام روی گرادینت، اینو دیگه نیازش نداریم، میام روی گرادینت، گرادینت رو میزم، روی این کلیک میکنم، آی دراپر انتخاب میکنم و از این رنگ میگیرم. دوباره بک‌گراندش میخوام آبی باشه، یه رنگ اینجا میرم، یه رنگ آبی اینجا میگیرم و همین سفیدم خوبه. روی گرادینت کلیک میکنم و این رنگ آبی رو اینجا میدم. با پن میام شروع میکنم به یه سری خطها کشیدن، یعنی یه سری دایره هم میشه ازش استفاده کرد، که من اینجا رو فعلا میام با پن میکشم به این حالت. خب دوباره یه دونه دیگه هم اینجا میکشم، به این صورت. خب حالا یه سری الیپس هم میام اینجا به صورت بیزی اینجا میذارم. میخوام چی رو بگم؟ این رو انتخاب میکنم، روی این کلیک میکنم، آی دراپر انتخاب میکنم و از این رنگ میگیرم، از این رنگ میگیرم. دوباره این یکی رو انتخاب میکنم، آی دراپر انتخاب میکنم و از این رنگ میگیرم. حالا میرم روی این کلیک میکنم و این رو از این قسمت یکم هم میکشمش بالاتر، یکم این قسمت رو هم روشنتر. خب خوبه، دوباره میام اینو انتخاب میکنم، با آیدراپر از این یکی رنگ میگیرم، پایینی رو انتخاب میکنم و روش کلیک میکنم، با آیدراپر میام از این یکی و یکی رو هم از این بالایه میگیرم.
و حالا توسط این ابزار این رو یکم میدم بالاتر. حالا اینو میخوام رو قرار بدم، اینو هم رو، و این یکی روی همش باید باشه به این صورت، و این یکی هم یکم میکشم. خب ببینید ما اینجا همه اینا رو من با هم بگیرم گروپشون کنم. خب اینجا ببینیم ما این بک‌گراندی که اینجا ساختم یه دونه دیگه دوباره اینجا میام به این صورت میذارم که چون میخوام کلیپینگ ماسک کنم و همه رو داخل اون بندازم. اینا رو همه رو با هم انتخاب میکنم، این شکلی کشیدم، راست کلیک و کلیپینگ ماسکش میکنم که بیفته داخل این. حالا شما وقتی تو نرم افزار ایلوستریتور میخواین یه طراحی انجام بدین، مخصوصا طراحی‌های نقاشی دیجیتال که زیاد روش کار میشه، اول میان شکل کلیشو میکشین، یعنی میخواین بدونین اول میخواین چیکار کنین روی اون طرح، بک‌گراندش رو اول میکشین. من اومدم توی این طراحی اول بک‌گراند رو کشیدم و اون پس زمینه که قراره حالا اول یه رنگی بهش بدیم، یه طراحی انجام بدیم و سپس اون جزئیات رو واردش کنیم. که توی این مرحله از بک‌گراند رو توی کشیدم از تکنیک گرادینت استفاده کردم و یه لینک اینجا براتون گذاشتم که گرادینتش رو کامل توضیح دادم، اگه دوست داشته باشین میتونیم ببینیم. حالا بریم ادامه رو جزئیات رو وارد طرحمون کنیم. حالا میخوام براش چیکار کنم؟ با براش میام الیپس رو انتخاب میکنم، یه دونه دایره شیفت رو پایین نگه میدارم اینجا قرار میدم، حالا سفیدش میکنم، دوباره یه دونه دیگه میام اینجا قرار میدم، یه دونه اینجا، یه دونه دیگه اینجا اما یکم بزرگتر، یه دونه دیگه اینجا. حالا همه اینو با هم انتخاب میکنم برای اینکه همه لایه ها یکی باشه. میام از قسمت پت فایندر و این قسمت یونیت رو میزنم به این حالت باشه. میام تو این ابزارها براش رو انتخاب میکنم و یه دونه براش اینجا میکشم. میبینید به این رنگ بود. آی دراپر انتخاب میکنم، از این رنگ میگیرم، شیفت و ایکس رو میزنم، البته بعد انتخاب میشد. آی دراپر رو از این رنگ میگیرم، شیفت و ایکس رو میزنم که حالت استروک بشه و یکم اینو زیادش میکنم. بچه ها میبینید که الان چرا به این حالت هست؟ چون که ما موقعی که اینجا روی براش بودیم روی این انتخاب شده هست، برای همین به این شکل داده و من میخوام تغییرش بدم به این شکل، میزنم روی این و تغییر میده و استروکش اینجا مقدار زیاد میکنم. از این قسمت هم میتونیم این حالتیش کنیم که نمیخوام باشه، الان خوبه. ببینید این قسمت مثلث رو انتخاب کردم، پایینش ضخیم بود و بالاش نازکی یکم بالاتر. براش رو دوباره انتخاب میکنم و یه خطهایی رو به این صورت میخوام بهم بده. ببینید من همه اینا رو چیکار میکنم؟ با براش میکشم و الان میخوام این خطها که روی این ابزار بود، من نباید اینو میبستم، روی این هست همینطور نشون داده. شما میتونید انتخاب کنید دوباره روی این بزنید خط صاف بشه، ولی من میخوام به همون شکل باشه. حالا همه رو با همین دوتا رو گروپ میکنم و اینا همه رو جدا جدا حتما گروپشون کنید که بعد مشکل ساز نشه. یکم میدم این برتر. حالا میتونیم یه دونه براش دیگه هم مثلا اینجا بکشیم، نه نمیخواد، نیاز نیست، همینجا خوبه. خب میام این قسمت ابزارها همه رو با هم انتخاب میکنم و اینا رو هم کلن گروپ میکنم. رنگ پایینی، رنگ این رو میام حالا از این رنگ میگیرم، نه سبز بالایی میگیرم و رنگای داخلش رو هم حالت این رنگ باشه، شیفت و ایکس رو میزنم استروش بشه و این مدلی باشه. که من میام این رو روی اینا قرار میدم که البته این یکی رو هم اگر از این رنگ بگیرم، نه این یکی، اینو هم اگر با آی دراپر از این رنگ شیفت و ایکس رو بزنم عددش رو روی 12 استروش قرار بدم و دوباره بیام از این قسمت به این صورتش کنم. خب حالا اینجا ما یه دونه داریم. حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام کل این رو که من گروپش کردم بیام بکشم بندازمش داخل براشم و این قسمت باید آرت براش حتما تیکی زده باشه و اوکی رو بزنم و این قسمت رو که به ما داده من اوکی میزنم، الان میفته داخل این. حالا میتونیم چیکار کنیم؟ یکم این زوم اوتش کنم که ببینیم هم چیکار. اینو دیگه نیاز نداریم، پاکش میکنم چون اینجا داریمش.
شما برای طراحی درخت یا حالا هر نوع درختی، میتونه باشه گل باشه، کاج باشه، هر چی باشه، شما میتونین هم از ابزار پن استفاده کنین که بکشینش کامل و هم میتونین از اشکال ساده مربع مثلث اینا کنار هم بچینین و اون طرحتون رو در بیارید. که من اومدم برای این طراحی از دایره یا الیپس استفاده کردم، کنار هم چیدم و توسط پت فایندر اون رو به اون شکلی که میخواستم، شکل درختی که میخواستم در آوردم. اگر میخواین در مورد پت فایندر کامل بدونین، یه لینک اینجا بالا براتون گذاشتم، میتونید ببینید و ازش استفاده کنید و توی کاراتون به کار ببرید. ادامه رو بریم ببینیم که تکمیلش کنیم. خب حالا میخوام براش ها رو اینجا انجام بدم. روی براش کلیک میکنم، خب این رو انتخاب میکنم، یه براش اینجا میکشم و این درخت رو به هم میده. یه براش دیگه میخوام کوتاه‌تر بشه، کوچیک‌تر بشه و میام انتخابش میکنم، از این قسمت استروکش رو کم میکنم و یه کوچولو کوچیک‌تر میذارمش اینجا. یه دونه دیگه هم کنارش میذارم. دوباره روی براش کلیک میکنم، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا و یه دونه هم مثلا اینجا قرار میدم. کج شد. اینجا استروکش رو یکم انتخاب بش میکنم، استروکش رو زیاد میکنم و یکم کمتر و میذارمش اینجا. این یکی هم میتونیم، نه استروکش رو کم نمیکنم، کم کوچیکش میکنم و اینا رو میتونیم کنار هم مثلا داشته باشیم. اینو نمیخواد. و یه سری سایه هم میتونیم اینجا بدین، با پن میتونین کار انجام بدین. مثلا من میخوام اینجا سایه، اینجا شیفت رو نگه دارم که روی اون قرار نگیره. یه همچین استروکی، ببینید استروکیش داره به صورت، چون روی اون قرار گرفته، یکم بالاتر اینجا میخوام سایهش اینجوری باشه. آی دراپر انتخاب میکنم، از رنگ سبز تیره میگیرم و استروکش رو یکم میدم بالا، چیز سایهش رو میدم بالا، میخوام زیر این بیفته. و از این قسمت افکت هم یه کوچولو بلارش میکنم که یکم سایه بده، یکم هم اوپاسیتیش رو اینجا کم میکنم، روی 50 قرار میدم و این سایه رو بهش میدم. یه همچین سایه. و برای بقیه هم میتونیم یه همچین سایه های، البته سایه های اونا باید کوتاه‌تر باشه. روی این یکی مثلا میتونه سایه این به این اندازه باشه و سایه این هم رو یکم کوچیک‌تر. اینجا میتونیم یه دونه مثلا خورشیدم بذاریم. البته گرادینت هم میشه بهش بدیم. ببینید اینجا چرا خاکستری شد، چون باید روی RGB باشه و الان درست شد. البته میتونم یه گرادینتی هم به این یکی هم بدم. اینجا رو RGB قرار میدم و یه رنگ اینطوری. خب خوبه. اینجا میدم بالا. به صورت شما میتونین هم از براش استفاده کنید و هم از گرادینت. تفاوت پینت براش و بلار براش، من بیام یه دونه آرت بورد اینجا بکشم، روی براش کلیک میکنم و یه حالت اینجوری خطی، حالا هشتگ میذارم، خب انتخابش میکنم و این قسمت میخوام به این صورت باشه، استروکش اونجا زیاد میکنم به این حالت. حالا اینو یکم کوچیک‌تر میکنم، همین شکل رو میام با بلاب براش تول انجام میدم که کلیک میام برای شیفت و بی هست، روش کلیک میکنم، دقیقا همون هشتگ رو من میام اینجا میذارم. خب حالا تفاوتش رو یکم من زوم کنم که ببینید. کنترل وای رو میزنم، تفاوتش رو دیدیم. این یکی بلاب براش هست که کلا خطش یکی هست، اما پینت براش میبینید که همه خطا جدا جدا و به صورت استروک هستن. دوباره کنترل وای رو میزنم. خب شما درسته، الان شما میتونید این یکی استروک رو به حالت فیل در بیارین که مثل براش بشه. همه رو با هم انتخاب میکنم، از قسمت آبجکت و پد اوتلاین استروک رو میزنم، از حالت براش خارج میشه و به حالت فیل تبدیل میشه. دوباره من کنترل وای رو که بزنم میبینید دوباره این خط ها جدا هستن، درسته به صورت فیل شده ولی همه اینا جدا جدا، اما بلا براش
همه به هم وصلن. خب عزیزانم، اگر از این سبک طراحی ها دوست دارین لطفاً برام کامنت کنین که بیشتر از این طراحی ها براتون انجام بدن. اگر لذت بردین لطفاً لایک کنید. اگر هنوز کانال منو سابسکرایب نکردین خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو هم فعال کنید تا هر زمان که ویدیو جدید گذاشتم نوتیفیکیشنش براتون ارسال بشه و تشریف بیارید ویدیو جدید من رو ببینید. دو تا ویدیوهای پیشنهادی دیگه براتون دارم. اگر این سبک رو دوست داشتین و این ویدیو رو تا آخر دیدین، این دو تا ویدیو رو هم که ببینید، تکنیکایی که توش به کار رفته میتونه بهتون کمک کنه و میتونین ازش استفاده کنین. خیلی دوستتون دارم. در آینده با یه ویدیوی دیگه در خدمت شما هستم.